مهاجران افغان با این چهار شرط میتونن در ایران زندگی بکنن ایرانی ها در داخل ایران باید ساماندهی شود اطباع غیر مجاز اخراج شود و اتباع مجاز باید ساماندهی شود اون ایرانی که خانه برای اتباع غیر مجاز میدهد هم باید مجازات شود باید خود ایرانی ها را هم ما ساماندهی بکنیم و دینه اونها هم گرفته شود یک مرتبه هم یک شخص میگن ما اخراج افغانستانی این چهار شرط اگر داشته باشه میتونن که در ایران اینا بمانن اقامت بگیرن و زندگی بکنن آیا میدانید که این چهار شرط کدام ها هنگی که شما میتونید در ایران زندگی بکنید برخی ها کارت های بانکی خود را با دو میلیون سه میلیون برای اتباع کرایه میدهد بنام به نام یاد خداوندی بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های خوب آوازی افغانستان خیلی خوشحال هستم که امروز هم خداوند توفیق به من دادن تا در خدمت شما خوبان باشم با یک دیگر از برنامه های مهاجرتی کانال یوتیوب آواز افغانستان امروز تاریخ هست 18 هفته 1403 که مطابق میشه با 9 اکتبر 2024 همسانان عزیز امروز میریم چهار شرط اساسی که باید یک افغانستانی داشته باشه تا در ایران بتونه زندگی بکنه میخوایم صحبت بکنیم و اینی که جزئیات جدید از طرح ساماندهی چی هست و چی فیصله های صورت گرفته میریم صحبت میکنیم همتانان عزیز ابوالفضل عب ابو ترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در یک بخش از گفتگوی خود با رسانه خبر آنلاین صحبتی در مورد ساماندهی کردن و چهار شرط اساسی را برای اتباع گذاشتن که در ساماندهی این چهار شرط آمده که باید مهاجرین افغانستانی این چهار شرط اگر داشته باشه میتونن که در ایران اینا بمانن اقامت بگیرن و زندگی بکنن و در غیر او صورت اینا ترد می شود و اجازه ورود هم داده نمی شود در یک بخشی از این خبر آمده است دوستای عزیز که گفتن که خب ما با توجه به این که همیشه اتبار اخراج می کردیم ولی اونا دوباره می آمد فقط انگشت نگاری می کردیم دوباره می آمد می رفتیم وقتی که می گرفتیم به اردوگاه می بردیم انگوش شباز می زیدیم می دیدیم که این همو شخص است یعنی در طول این همه وقت 21 مرتبه هم یک شخص میگن ما اخراج کردیم دوباره آمدن پس اینها برنامه هایی رو روی دست گرفتن دوستای عزیز که گفتن که اینا چی شرایط رو باید داشته باشه که بیتنه در ایران زندگی بکنه امی شرط ها رو میریم دوستای عزیز میخوانیم که چی گفته آقای ترابی با بیان این که بر علاوه تردی که نصف اینها باید از کشور ترد شود و اخراج شود گفتن باید دیورکشی را همچنان محکم و جدی بگیریم و همچنان گفتن داخل کشور هم ایرانی ها باید ساماندهی شود و مجازات ها برای اتباع غیر مجاز را هم در نظر بگیریم اون ایده ای که نیاز داریم گفتند معمولا برآورد می شود و نصف آمار اتباع حاضر در کشور را به 37 شغل نیاز داریم باید 4 ویژگی داشته باشند به این ترتیب که اول باید وسیقه بگذارد دوستای عزیز ویژگی اول باید وسیقه داشته باشین شما در ایران وسیقه بگذارین خب این وسیقه چی هست چیگونه ای گذاشته میشه یک برنامه جامعی را همکار خوبم آقای سفری در این قسمت آماده کرده بود و شما میتونین که ایره در چینل یوتیوب ما ببینین گفتن اولویت اول باید با اشتغال ایرانی ها یعنی زمانی که یک کارگر لازم هست اونجا باید این کار فرما ای رو بارگذاری کنه بعد از او تا 20 روزه همین اعلان باید باشه که اگر ایرانی پیدا شد که ده این کار برود این کار صاحب شود که خوب همو ایرانی برود اما اگر نشد میتونه که اسباب رو او کار بگیره و کار بکنه همتنای عزیز که گفتن ما به این اطلس اشتغال میگیم خب سومین شرطش ای است که باید آمایش سرزمینی رعایت شود به این معنی که هر سال در هر شهر و روستا چه تعداد طبعا نیاز داریم و همه کلونی بزنن و چهارم این که ما هر سال اتبار بر اساس ارتکاب جرم، پرداخت مالیات، دریافت یارانه و بیمه و همچنین نوع اشتغال و کارفرما رتبه بندی می لذا هر سال باید اطلاعات اونها را برای ما داده شود و اطلاعات اونها را داشته باشیم خب عزیز ای بود که شرط چهارمش که نظر به رفتارت، نظر به گفتارت، نظر به نشستت، نظر به برخواستت نظر به بر دادن همو مالیات، نظر به دادن یارانه، نظر به دادن بیمه این موضوعات اگر شما رعایت کردین و کارفرمای شما هم از شما راضی بود و شما را میخواست میتونه که تمدید بکنه اما اگر خواست که خب شما مالیات پرداخت نکردین شما هزینه هایی که از طرف دولت سر مردم وضع میشه پرداخت نکردین شما در طول دورانی که کار میکنین از قوانین نظری پا کردین جرم کردین جنایت کردین قتل کردین خدای نکرده خدای نکرده دیگه شما و خانواده شما دیگه زندگی کردن هم میتونین دا اونجا در ایران از یک طرف که اگر شما به قانونی کنین خب شما دستگیر میشین اگر جرم داشته باشین باید به دادگاه بروید اگر هم که قوانین خوب مراد نکردین یا از نگاهی اجتماعی مردم اذیت و آزار دادین خب اون وقت است که شما را دیگه تمدید نمیکنه کارد شما را و شما را اخراج میکنه و همچنان دوست عزیز گفتن که زمانی که این اطبا را رتبه بندی کردیم باید خود ایرانی ها را هم ما ساماندهی بکنیم در داخل ایران به چند دلیل ایرانی ها نباید کارفرماه ها گفتن اطبای غیر به کار بگیرد اینا باید ساماندهی شه هر ا... کار کارفرمایی که اطباع غیر مجاز کار میگیره باید مجازات در نظر گرفته شود او ایرانی که برای اطباع آه... کار پیدا میکنه برای اطباع اونم غیر مجاز آه... او باید مجازات شود اون ایرانی که سیم کارت برای اطباع میدهد اونم باید مجازات شود اون ایرانی که خانه برای اطباع غیر مجاز میدهد هم باید مجازات شود و همچنین اون ایرانی که تسهیلات برای اتباع غیر مجازه حالا از هر نگاهی اینا تسهیلات برای اینا فراهم میکنه اونم باید مجازات شود اونم باید ساماندهی شود تا این موضوعات دیگه تکرار نشود و گفتن بنابر این اطبا را رتبه بندی میکنیم و با این چهار تا شرط که انگشت نگاری هم شود چهره نگاری هم شود چش چشمشان هم گرفته شود و دینه ای اونها هم گرفته شود دینه ای هم گرفته شود باید و بعد از او که ای چهار مرحله انجام شد یک سیم کارت براش داده میشه یک دانه کارت بانکی براش داده میشه که فقط از همون سیم کارت از او کارت بانکی اینا بتونه استفاده بکنن. خب چهار شرط اساسی ای بود که یکی در مورد اشتغالش چهار بخش بود و این چهار شرط اساسی اخیرم که اونا باید انگوش نگاری شود، بعد چهره نگاری شود، باید از نبیه چشمش گرفته شود، دین هم گرفته شده. خب همه عزیز این بود از گزارش امروزی ما تا گزارش های شما خوابان و به خداوند یک تا میسپارم لطفا کانال ما رو سابسکرایب نمایید ویدیو های ما رو با دوستای خود با اشتراک بگذارید